مجروح میشن چاقو میخورن کشته میشن اینطوری که میگن نزدیک به چهل تا فقط مجروح در اون محل حضور داشته و بعد بر اساس گزارش های مختلف نزدیک به یکصد دانشجو دستگیر شدن بنابراین درست خاطرتون باشه در آستانه تعطیل کردن کوی دانشگاه بود که اینا فکر نعم. میکردن اینجوری بتونن دانشگاه رو خونسا بکنن علت حمله به کوی دانشگاه خیلی روشن بود قیام آغاز شده بود کودتا انجام شده بود تقلب انتخاباتی انجام شده بود و اینا میدونستن که اگر دانشگاه بتونه خصلت مبارزاتی خودش رو خصلت موتور بودن خودش رو حفظ بکنه برای این جنبش عملا این جنبش شانس بسیار بالایی داره برای موفقیت بنابراین به قول خودشون به قلب جنبش دادن از طریق این حمله به کوی دانشگاه تعطیل کردن کوی دانشگاه و بعد دستگیری دانشجویان آخرین خبری که حکایت از جنگ مستقیم دولت احمدی نژاد با دانشجویان داره یک مثال اگر من بخوام بدم در مورد نه تا از فعالان دانشجویی هستش در دانشگاه بابل که اینها رو گرفتن و به جرم مخالفت با دولت احمدی نژاد محکومشون کردن 9 تا دانشجو در مجموع محکوم شدن به 93 ماه زندان دقت داشته باشید و 25 سال محرومیت از تحصیل یعنی این احکامی هستش که برای تک تک اینها صادر کردن و عملا کار به اینجا کشیده بنابراین باید بدونیم که دانشگاه تبدیل شده به یک نهادی که در تضاد مستقیم قرار داره امروز با حاکمیت جمهوری حالا این سوال پیش میاد خود به خود که آیا این دانشگاهی که این یعنی وضعیتی داره آیا اون از نظر علمی در اون استانداردی هست که قابل قبول در جامعه باشه و اصولا این گونه دانشگاه ها اعتباری اصلا دارن چون الان میبینیم دانشجویانی که به خارج از کشور میان تازه باید از صفر شروع بکنن بله متاسفانه این رو باید بگیم که مثل تقریبا تمامی نهادهای دیگه جان پارسا نهادهایی که تحت حاکمیت یه مش پاسدار آخوند و بازاری قرار دارن که فقط و فقط به فکر حفظ قدرت و منافع هستن به هیچ عنوان نمیتونن تامین کننده به صلاح کیفیت علمی برای دانشگاه باشن به همه خاطر که تمامی کسانی که روی دانشگاه های ایران کار میکنن روی سطح علمیشون همه بدون استثنا و از جمله خود اساتید دانشگاه ها چندین و چند بار در طی نامه هایی که برای احمدی نژاد نوشتن تذکر جدی دادن در مورد کاهش و سقوط به صلاح سطح علمی دانشگاه ها اجازه بدید اشاره بکنم به دو سه تا از رتبه‌بندی‌هایی که در جهان شناخته شده هستش در مورد دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های خوب رو رتبه‌بندی بندی بکنن تا دانشجویان در سراسر جهان بدونن دانشگاهشون در چه ردیفی قرار داره یکی از اونها رتبه‌بندی معروف Academic Ranking of World University هستش معروف به ARWU که خیلی شناخته شده هستش این رتبه بندی در سال 2008 سال گذشته 500 تا از دانشگاه های اول جهان رو که ردیف به سلام معرفی کرده بودش هیچ کدوم از دانشگاه های ایران در 500 دانشگاه نخست نبوده عجب. یعنی ما حتی یک دانشگاه نداشتیم که مثلا در 500 ردیف یا 499 باشه در این رتبه بندی 500 در حالی که بسیاری از دانشگاه های کشورهای جهان سوم برزیل، آرژانتین، مالزی، اندونزی در این رتبه بندی قرار دارن ولی حتی یک از دانشگاه های ایران در این رتبه بندی قرار نداشته تازه داریم در مورد سال 2008 صحبت میکنیم قبل از اینکه فاجعه فعلی که دارن بر سر دانشگاه میارن آغاز بشه یک رتبه بندی دیگری هستش تحت عنوان تایمز های education این هم بازی که از رتبه بندی های معروف هستش در سال 2008 ما شاهدیم که دو تا از بهترین دانشگاه های ایران دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف رو در رتبه های 485 و 586 قرار میده یعنی واقعا در تای جدول به نوعی میتونیم بگیم اونم به خاطر اینکه رتبه بندی بر اساس امتیازهایی هستش که در نهایت یه چند امتیاز نصیب اینها میشه و اونجا قرار میگیرن باز یه رتبه بندی دیگه تحت عنوان وبومتریک داریم که در جولای 2008 که نتایجش منتشر شده بود دانشگاه تهران رو گذاشته بود در رتبه 1083 دقت داشته باشیم اجا. بنابراین این داره یک پیام آشکاری رو به دانشجویان عزیز ما میده و اون نستش که با جو و شرایطی که حاکم کرده رژیم جمهوری اسلامی بر دانشگاه ها با طرز تفکر آخوند پاستار بازاری که حاکم شده بر نهاد علمی نهادی که میبایست فقط و فقط بر اساس لیاقت تخصصی انسان ها به سلا کار کرد داشته باشه این عملا دانشجویان ما شانسی ندارن برای اینکه بتونن در دانشگاه های تحصیل بکنن که از یه درجه حداقل به صلاح اعتبار علمی برخوردار باشه ببینید در تمامی دنیا رؤسای دانشگاه ها توسط هیئتی که متعلق به خود دانشگاهه دانشگاه 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 بله انتخاب میکنن هیئتی متشکل از اساتید و دانشجویان هستند که رئیس دانشگاه رو به صلاح انتخاب میکنن در ایران اینطور نیستش و یک به نوعی میتونیم بگیم مقام انتصابی هستش و اینها رو میذارن بر رأس دانشگاه الان دانشجویان عزیز باید بدونن که برای سال 1388 دولت احمدی نژاد در حال وارد کردن صدها و به قولی هزارها استاد بسیجی و پاسدار هستش یعنی در نظر بگیرید استادی رو که میخواد بر اساس تخصصش بره سر کلاس این رو داره بر میداره ما لیست بلند بالایی داریم از اسامی استادان خیلی خوب شناخته شده که دارن کنار گذاشته میشن و کسانی دارن به جاشون میان که همشون مدارک قلابی دارن اون عناوین قلابی برای خودشون درست کردن و تنها میاری که برای گذاشتن اینها بر رأس این پست های علمی هستش وابستگیشون به رژیم جمهوری اسلامی است و این به این معناست که دانشگاه های ما شاهد یک نزول و سقوط کیفیت هستش کیفیت علمی آکادمیک هستش و بنابراین من فکر میکنم این معزل معزل محتوایی و علمی دانشگاه ها وابسته هستش به حاکمیت کنونی و این دو به هم گره خورده تا زمانی که این حاکمیت وجود داره این حاکمیت ضد مردمی و ضد ایرانی وجود داره انتظاری ما نمیتونیم داشته باشیم که دانشجویان ما بتونن در دانشگاه های خوب تحصیل بکنن اشاره کردید به مدرک سازی و جعل مدرک این خود شده یک مسئله در این هویت حاکمه بله. اولا عنوان کردن عنوان دکتر برای اینا خیلی مهم هست بله. و بعد هم دانشگاه هایی رو که معمولا اینها مدارک رو جلب میکنن از طرفشون بیشتر دانشگاه های انگلستان هستن یا دانشگاه های گمنام در آمریکا بله. سوال اینجاست که آیا این دانشگاه ها که زامن اجرایی ندارن روی این تقلب هایی که میکنن شما یدیم در کشورهایی که قانون درش هست حتی کپی یک نوار جرمه حالا تا برسه به مدرک تحصیلی دکترا برای کسی که حتی دیپلم هم نداره یا دکترا داشته باشه بله. اینا از نظر چیز بین المللی اشکالی پیدا نمیکنه که مورد بب... اعتراض قرار بگیره بله ببینید حاکمیتی که به خودش اجازه میده سلاح اتمی مخفی تولید بکنه بله. در تولید مدرک دانشگاهی مشکلی نداره ببینید آقای رحیمی که الان احمدی نژاد معرفیش کرده به عنوان معاون خودش یه پاسداره این پاستار رو گذاشته بودن رئیس یکی از دانشکده های حقوق بوده و ایشون به عنوان رئیس اون دانشکده برداشته برای خودش مدرک دکترا صادر کرده یعنی خودش به خودش دکترا داده و تو مجلس هم به عنوان دکتر معرفیش کردن و به این عنوان که پشتوانه علمی داره بنابراین اصلا و ابدا به حاکمیتی که هیچ گونه قانونمندی نمیفهمه نمی, نمی ازش انتظار داشته باشیم که در رابطه با مدرک علمی بخواد برخورد درست داشته باشه فراموش نکنیم اینها دلیلی که انقدر میخوان عنوان دکتر به خودشون ببندن دو چیز هستش یکی پاسخگویی به عقده های اجتماعیشون هست چون اینا برخواسته از یک پایگاه اجتماعی هستن که عملا فرصت این رو نداشتن هیچ موقع بتونن اون مسیر درست رو طی بکنن چیز یاد بگیرن و از مراحل مختلف رد بشن برای همینه که یکی کسی مثل احمدی نژاد میشه دکتر مهندس احمدی نژاد دقیق میفهمید که با اون مهمدس. سطح به علمی و با اون درک و شعور اجتماعی سیاسی و با اون درجه از انسانیت میرسه به این مقامی که هم دکتر هم مهندس هم برای خودش رئیس جمهوره بنابراین این دقت داشته باشیم این گرایش رو ما به طور مثال در پاسدارها خیلی میبینیم که دوست دارن عنوان دکتری به خودشون بدن دکتر محسن رضایی دکتر رحیم صفوی چرا این علت دومش هستش که میخوان برای خودشون پرستیژ اجتماعی به وجود بیارن و راه باز بکنن در محفل که به طور عادی جاشون نیستش دقت میکنید در مؤسسات مطالعاتی در سمینارها در کنفرانس ها اینکه بیان در تلویزیون و از این به صلاح پیشینه این نام یا این عنوان دکتر استفاده بکنن و این با این سعی بکنن اون بیسوادی عمیق خودشون جهل خودشون ناقای خودشون رو پنهان بکنن و به جای اینکه مثلا گفته بشه پاستار رحیم صفوی پاستار محسن رضایی بگن دکتر